نقد و بررسی یعنی چی؟ آقای خمار، میگم نقد و بررسی یعنی چی؟ مثل اینکه یه چیزی انداختی بالا ها، یه چیزی ننداختی بالا. نقد و بررسی یعنی چی؟ نقد و بررسی یعنی چی؟ آقای خمار، میگم نقد و بررسی یعنی چی؟ من خمار نیستم. آقای چیزی انداختی بالا. اگه فیلمش رو ندیده بودیم تحت هیچ شرایطی فکر نمی کردیم که این جملات مربوط به جلسه پرسش و پاسخ یک سریال باشه. اما متاسفانه باید خدمتتون عرض کنم که این جملات از طرف یک بازیگر و خطاب به خبرنگاران مطرح شده. بهناز جعفری در نشست رسانه‌ای سریال زیر پای مادر شوکه کننده ترین واکنش ممکن به سوالات خبرنگاران رو داشت و خطاب به اونها گفت: متاسفانه مثل همین نشستی که من در اون هستم و هیچ بار شناخت و تحلیلی در شماها وجود نداره. یعنی شما افرادی هستین که پیش پا افتاده ترین سوالها رو برای به چالش کشوندن ما بازیگرایی که یک سال زحمت کشیدیم و این سریال رو ساختیم ندارید و یک سری سوال کسالت آور دارید. خانم جعفری در ادامه اظهارات عجیبش خبرنگاری که از نظر او مورد داشت رو فردی بی سواد خوند که فقط به عنوان یک کارمند در حال گذران تایمش هست. فقط همین رو بلدین بگین آخه. الان سالهای سال ما داریم مینالیم از بی سوادی شما. فقط بلدین همجوری پاشین علکی رو بگین. نه آقا هستیم. آقا چجوری هستیم؟ چه سوالی دارین؟ از من بازیگر چه سوالی دارین؟ الان زود میام. چشم مذارت میخوام. فعلان زیره گیری شما مذارت شما الان سوال داری که طبیعی بود که این اظهارات خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی باستا پیدا کنه و واکنش‌های مختلفی رو در پی داشته باشه. اگرچه معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد توهین به خبرنگاران رو نشانه نبود بلوغ فکری دونست، اما گویا رامبد جوان مثل حسین انتظامی فکر نمی کنه، چرا که عجیب ترین واکنش به توهین های بازیگر سریال زیر پای مادر از طرف رامبد بود. مجری خندوانه با انتشار فایلی صوتی در تلگرام به دفاع از عملکرد بهناز جعفری پرداخت. رامبد در این فایل صوتی گفته: همون قدر که تعداد قابل توجهی از بازیگرای ما بی سوادن، تعداد قابل توجهی از خبرنگارای ما هم بی سوادن. این معنیش دفاع از خانم جعفری نیستا. این لحن رو نمیفهمم که خبرنگارا با زبون روز اونجا نشسته بودن. یه لحن آه و ناله ناخوشایند توی مطلب هست. جوان در ادامه صحبتهاش تعارف و رودربایستی با اهالی رسانه رو کنار گذاشته و گفته: واقعیتش اینه که من هم به عنوان کسی که در ارتباط با شما و همکاراتون قرار میگیرم گاهی اصلا بدم نمیاد چیزای درشت و ناخوشایندی ارائه بدم که باعث سوزش بعضی از جاهای حساس اون عزیزان بشه. خیلی خوبم میتونم از پس این کارا بر بیام، ولی نمی کنم این کارو. نکته عجیب دفاعیه جوان از جعفری جایی بود که شوهر نگار جواهریان گفته: دارم میخونم که به ایشون گفتن اگر بچه های رسانه نبودن شما الان بهناز جعفری نبودید. همین بچه های اصحاب رسانه اگر نبودن شما الان خانم بهناز جعفری نبودید. میخوام نباشم سرسا. بله، ممکن بود یوهو مثلا سفر کشکولی عذاب در بیاد خانم جعفری. جالب این که جوان با انتشار یک فایل صوتی دیگر هم از سفر کشکولی عذرخواهی کرد، هم اینکه دوباره خبرنگاران رو خجالت زده کرد. جوان در فایل صوتی جدیدش گفته: سلام به همه عزیزایی که فایل صوتی قبلی منو شنیدن. این فایل صوتی که الان میشنوید میخوام با اجازه که خودم منتشر بشه، چون اون فایل قبلی توی یه فضای خصوصی گفته شده بود و بدون اجازه من منتشر شد. مثل این میمونه که با لباس خونه تو جمع دوستات عکس بگیری و اون عکسو فردا روی بیلبورد ببینی. فردا هم نه، 5 دقیقه بعد. و این کار بی اخلاق و زشت و بسیار بد رو یکی از دوستای خبرنگار انجام داده. این دهن لقی از جانب یه خبرنگار صورت گرفته.
البته قصدم متلک اندازی نیست، ولی اگه متلک هم فرض بشه ایرادی نداره، چون این کار در هر صورت غیر اخلاقیه. اگر هم یک بازیگر این کارو انجام داده بود، همین لحنو براش به کار می‌بردم. درباره سفر کشکولی عزیز اگه چیزی گفتم که ایشون ناراحت شدن، عذرخواهی میکنم. سفرخان عزیز دل ماست و همیشه مخلص ایشون بودم و خواهم بود. بهناز جعفری و رامبد جوان با توهین به خبرنگاران راه لیلا حاتمی و مانی حقیقی رو ادامه دادند. دختر علی حاتمی فوق‌العاده دوست داشتنی اسفند ماه سال 94 با خبرنگارانی که برای تهیه گزارش از پشت صحنه فیلم رگ خواب به لوکیشن این فیلم رفته بودند، طوری صحبت کرد که هیچ کسی انتظارش را نداشت. صحبت‌های لیلا رو گوش کنید و خودتون نتیجه بگیرید. از ابتدا قرار بود که شما تو این کار بازی کنید و ممکنه یه سری از این یعنی ویژگی های نقشه بر اساس شما نوشته باشن، چون بعضی وقتا کارگردان از ابتدا گزینه مورد نظرشون انتخاب میکنن. از ابتدا از نظر شما یعنی چی؟ یعنی از ابتدایی که من وجود داشتم نه. به نظر شما از قبل از خود من میدونم چه خبره؟ به نظر شما من نوشتم این نگارش کردم؟ نه، میخوام ببینیم که آقای سوال نهاد از من بکنی. من از جایی خبر دارم که گفتن الو سلام بفرمایید ما میخوام یه فیلم بسازیم این سناریو. خب شما یه پیش‌فرضی در مورد خود آقای نعمت الله؟ نه من پیش‌فرض نمی کنم که کی چیکار کرده. آقا سوالتون خیلی ببخشید، سوالتون رو بعد سوالی که از یک دیگه بکنی رو داری از من شما میکنی. من از حرکات نابجا عصبانی میشم، نه در مورد خودم، در مورد هرکی. ببخشید آدم باید سوال جالب بکنه، سوال مربوط به طرف بکنه. الان داری از من میپرسین که شما از ابتدای که آقای نعمت الله اینو مینوشت خبر تو باشی؟ من چه میدونم؟ ازمهلال میشه یعنی فرو میپاشه، یعنی فرو پاشیدن اتفاق مثبتیه از نظر شما؟ منفی؟ شما میگی نقش منفیه، میگم من چه فضای منفی من چه برداشتی نمیکنم که دارم این نقش منفی. حالا بفرمایید بقیه‌تون چی؟ اگه حوصله ندارین بذارید. حوصله دارم من، نمیتونم اصلا. شما چی میگی؟ شما چه چیزای فرامتن رو با بد قاطی میکنی؟ شما میخوای سوال کنی، سوالتون رو بکنی. براتون مهمه که من حوصله دارم یا حوصله ندارم؟ حوصله که معلومه ندارم، چون از اول گفتم دوست ندارم مصاحبه کنم. حالا سوالتون چرا؟ حالا که کردین و آلوده کردین و منو له کردین، حالا ممنونین، ادامه بدید. هنوز خبرنگاران از شوک صحبت‌های لیلا حاتمی خارج نشده بودند که مانی حقیقی هم وارد این ماجرا شد و در حمایت از همکارش به خبرنگاران حمله کرد. مانی حقیقی در صفحه‌اش در فضای مجازی نوشت: چه لذت عمیقی میبرم از پاسخ‌های شفاف لیلا حاتمی به سؤال‌های احمقانه خبرنگارهای دوزاری. این توهین البته بی پاسخ نموند و خبرنگاران به سبک خودشون و در نشست خبری فیلم نگار به کارگردانی رامبد جوان گلایه هاشون از مانی حقیقی رو مطرح کردن. فیلم کاملی بود، یعنی من سوالی ندارم واقعا، فقط دوست دارم که این فقط و فقط حرف دوست دیگه‌مون رو تکرار بکنم. یک عذرخواهیه، فکر میکنم بچه های خبرنگار چیزی جز یه عذرخواهی نمیخوان بابت یه همچین ماجرایی، چون همه اینها برای یک کار هنری اینجا جمع شدن. آقای حقیقی واقعا رفتار زشت، الفاظ زشت و بسیار ناشایستی استفاده کردن برای علیه خبرنگاران. من خواهش میکنم که عذرخواهی بکنن به خاطر این کارش. توهین به جامعه رسانه فقط خاص هنرمندان نیست و چهره‌های سیاسی هم از این حیث خبرنگاران رو شرمنده کردند. نمونه‌اش وزیر راه و شهرسازی که فروردین ماه امسال به خاطر برخورد عجیبش با خبرنگار باشگاه خبرنگاران سوژه خوبی برای رسانه‌های منتقد دولت فراهم کرد. گزارش بخش خبری 23 درباره جنجال عباس آخوندی رو ببینید. من دیدم ایشون تمایلی به ادامه مصاحبه ندارن، برای همون اصراری هم نکردم و به تصویر بردارم گفتم که قطع کن و لوگو رو در حینی که داشتم به تصویر بردارم لوگو رو تحویل میدادم، چون آخرین وزیری بود که در حیات حضور داشت. وزیر به فاصله 2 ثانیه از کنار من رد شده و برگشت و به من گفتش که
تو خبرنگار نیستی. وقتی دید که من هنوز لوگو دستمه و دست تصویر بردارم نرسیده، لوگو رو دست من کشید و گفت تو یه جو عقل تو سرت نیست. و حالا لوگو رو به یه سمتی نگه داشت به حالت اینکه بخواد بندازه زمین که حالا صدایی ضبط نشه. اصولاً دیوار خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای اونقدر کوتاهه که قابلیت ثبت شدن در کتاب رکوردهای گینس رو داره. تنها چیزی که میتونیم بگیم اینه که امیدواریم روزی برسه که دیگه هیچ خبرنگاری از دید دوستان خمار نباشه.